دکتر حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب و ایران، مقاله‌ای با عنوان آغاز سراشیبی ولی فقیه در عراق در سایت العربی منتشر کرده است که بخش‌هایی از آن از نظرتان می‌گذرد. طی 15 سال گذشته بعد از سقوط صدام حسین، الگویی که خامنه‌ای و عوامل آن در عراق تحمیل کردند، همان مدلی است که برای ملت ایران طی 40 سال گذشته کاملا شناخته شده است. ایجاد یک حکومت فرقه‌گرا با حاکمیت حزب پادگانی و سرکوب هر گونه صدای مخالف با تمام وسایل ممکن، به شکلی که سلطه ایدئولوژیک و راندخار آنها روز به روز فزونی بگیرد، بدون اینکه نسبت به ناکارآمدی نظام و فساد حاکم پاسخگو باشند. به زودی این الگو برای اکثریت مردم عراق به کابوسی بدل شد و شعار ایران اخراج اخراج به فریاد خیلی کثیری از مردم عراق درآمد. این شعار ترجمه گوهوم انگلیسی است که به لهجه عراقی در خیابان‌های عراق سر داده شد. هواداران مقتدا صدر، نیروهای سنی و شیعیان سکولار بارها این شعار را در تظاهرات اعتراضی خود مطرح کردند. دکتر حسن هاشمیان در اشاره به بنبست رژیم ولایت فقیه در عراق این چنین ادامه می دهد. در انتخابات اخیر هواداران ولی فقیه در دو لیست فتح هادی آمری و دولت قانون نوری مالکی شرکت کرده بودند. هر دو لیست نزدیک به ولی فقیه در عراق کمتر از 75 کرسی از مجموعه 329 کرسی پارلمان عراق را به دست آوردند. این انزوای سیاسی دو گروه طرفدار جمهوری اسلامی خامنه ای را واداشت تا یک بار دیگر قاسم سلیمانی را به عراق بفرستد، بلکه بتواند با شعار وحدت گروه های شیعه دو گروه هوادار خود را در دیگر گروه های شیعه ادغام کرده و نخست وزیر مورد نظر خود را بیرون بکشد. اما این تلاش تا کنون نتیجه نداده است، زیرا صدری ها اعلام کردند هیچ تمایلی برای ائتلاف با هادی آمری یا نوری مالکی ندارند. صدر می گوید دولت آینده عراق باید عراقی باشد.